سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رند. ملاقات فعال مدنی 29 ساله‌ای که در اردبیل زندگی می‌کند و هم اکنون در زندان این شهر محبوس است. نامش مرداد شیخی است، از بازداشت شدگان اعتراض‌های آبان 98. او شیفته طبیعت است و مجذوب فرهنگ منطقه‌ای که در آن زندگی می‌کند. عاشق فوتبال است و علاقه‌مند به موسیقی و رقص‌های سنتی منطقه شمال غرب ایران. جوان اهل مطالعه‌ای که دلش می‌خواست به دانشگاه برود و درس حسابداری بخواند، اما به دلیل مشکلات مالی از ادامه تحصیل باز ماند و به کار مشغول شد. مرداد شیخی به حقوق برابر برای همه اقوام و اقلیت‌ها اعتقاد دارد. برای رفع تبعیض‌های اجتماعی و اقتصادی تلاش می‌کرد. در صفحه اینستاگرام خود از فقر می‌نوشت و دلش می‌خواست جهانی برابر بسازد. او نخستین بار در سال 95 به دلیل پخش اعلامیه‌های مربوط به زبان مادری بازداشت شد. دومین بازداشت او در جریان اعتراض‌های آبان 98 صورت گرفت. بازداشتی 11 روزه و بعد آزادیش به قید وثیقه. اما این آزادی تنها یک ماه و نیم دوام داشت. او بار دیگر در دیماه 98 به مدت 10 روز بازداشت شد. سرانجام این بازداشت‌ها تشکیل پرونده‌ای علیه او در دادگاه انقلاب اردبیل بود و صدور حکم 1 سال زندان به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام. این حکم چندی بعد در دادگاه تجدید نظر استان اردبیل به 6 ماه کاهش یافت و به اجرای احکام رفت تا این فعال مدنی را پشت دیوارها حبس کند. مرداد شیخی 9 اسفند سال 99 روانه زندان اردبیل شد تا محکومیت 6 ماهه خود را در این زندان سپری کند.